به اون ترتیب که از سایت ارت اکسپلورر .usgs.gov شما میتونید که تصویر دانلود کنید با استفاده از یوزر و اکاونتی که شما میسازید. از همون یوزر و اکاونت شما میتونید استفاده کنید در سایت usgs.gov. شما میتونید از اینجا تصویر را دانلود کنید. تصویر دیتایی که در سایت ارت اکسپلورر است در گلوویز هم موجود هست، فقط در کمی محیطش فرق میکنه. و در این قسمت شما میتونید که فرضاً اگر چند تا ایمیج انتخاب شدگی را کسی دیگه به شما ایمیل میکنه، میگه این ایمیج را بگیر و دانلود کن. یک همچون آپشنی در سایت earthexplorer.us وجود نداره، ولی در سایت گلوویز وجود داره. شما میتونید که از این سایت استفاده کنید. چیکار میکنید؟ لینک به هر حسابی که به شما روان کرده، به حساب ایمیل باشه، مسنجر باشه، شما لینک دانلود میکنید و از اینجا فقط امپورت میکنید. خلاص، آپشن امپورت اینجا وجود داره. شما میتونید از این قسمت روی اینجا کلیک کنید و امپورت سین. شما لینک از این قسمت امپورت میکنید و کل تصویر که انتخاب شدگی است با شما میایه. خب در قسمت در آیکن سیتینگ که وجود داره، در قسمت بخشه در قسمت آیکن لوکیشن که وجود داره، شما میتونید که از طریق پاتورو و از طریق کارن لوکیشن و لاتیتود و لانگیتود ساحه شما میتونید که ساحه رو مشخص بسازید که ما این ساحه رو میخواییم تصویرش رو دانلود کنم. فرض میکنم ما به حساب پاتورو کار میکنیم. پاتوروی ساحه را پیشترم گفتم که WRS دور شما انتخاب میکنید. اینجا پتا وارد میکنید 154 روی 36 روی 36 درسته؟ و کلیک میکنید جمپ تو لوکیشن. هر تایل ایمیج یک پتروی خاصی داره، شما میتونید از اون استفاده کنید. اینجا شما ببینید اگر متوجه باشید باندری بامیان اینجا به ما شما داده، این باندری بامیان است. اما اگر سین ایمیج رو ببینیم، ایمیج کاملا یک تایل ایمیج کاملا بامیان رو کور نمیکنه، بلکه شما اینجا ببینید ممکنه قسمت از غزنی رو کور کنه، قسمت از میدان وردگ رو کور کرده و قسمتی از فرض میکنیم پروان کور کرده. بناهن شما نمیتونید که بگید که مستقیم ما میخواییم صرف ساحه باندری بامیان را ایمیج شد آمد کنیم، چون این سینای از این مشخص شدگی هست. اگر شما بخواید کل بامیان را کار کنید و صرف ساحه بامیان را داشته باشید و بیرون از باندری بامیان شما ایمیج نداشته باشید، شما کل ایمیج هایی که بامیان را کور میکنه دانلود میکنید. امیجا یک بامیان رو کور کرد، دانلود کنید و بعد از او با استفاده از سافتویر، هر سافتویر که شما استفاده کنید، چی از RGS for Desktop استفاده کنید، RGS Pro استفاده کنید، یا ای که از سافتویر NV, Ecognition یا از سافتویر RDOS Imaging استفاده کنید، یا از PCI Gematica یا با استفاده از زبان های برنامه نویسی خودتان دیولپ کنید، میتونید موزاییک کنید، تصاویر را کنار هم یک جای بسازید به اصطلاح. یک جای بسازید طوری که سرحد مشترک از اونها فهمیده نمیشه و شما میفهمید که تصاویر وقتی گرفته میشه روی هم اورلپ داره، یکی روی هم دیگه اورلپ داره. و در صورتی که شما تصویر موزاییک میکنید دیگه دیتا قسمتی که اورلپ شدگی است، دیتا از هر دو تصویر نیست، از تصویر از یک از اونست. بنابراین شما همچون انتظار نباید داشته باشید که مثلا بگید که ما میخوایم تصویر بامیان رو دانلود کنم با یک سینش کل بامیان، ممکنه کور کنم، ممکنه کور نکنم، درسته؟ در صورتی که کور نکرد، قسمت هایی که باقی مانده ایمیج کناریش را شما سرچ میکنید و ایمیج کناریش هم دانلود میکنید، بعد میاید با استفاده از سافت‌ویر ها تصاویر هم با هم موزاییک میکنید تا اینکه کنار هم و قرار بگیره و همچنین بگوییم که دو تا تصویر به یک تصویر تبدیل شد. خب شما میتونید که در قسمت خب در قسمت پایین اینجا ببینید وقتی ما این سین اومد، شما میتونید متا دیتا ازیر ببینید. متا دیتا چی است؟ متا دیتا اطلاعات یا دیتا در مورد دیتا هست.
در مورد از امی سینی تصویر کل معلومات وجود داره. وقتی دانلود میکنید شما میتونید که ببینید و از این قسمت هم شما میتونید میتادیتایش رو ببینید. اگر خواستید که مثلا این سین را پنهان بسازید، هاید سین، و در صورتی که بخواید دانلود را شروع کنید اینجا شما میتونید دانلود کنید. یک خوبی دیگر هم که داره اینجا آپشن باسکت بعد وجود داشته باشه. آره نمیفهم دقیقاً فلان نمیفهم کجا هست. آپشن باسکت وجود داره، شما میتونید که یک سین را فرض میکنید امروز شما فرضاً رسمیاتون پوره شده، به هر دلیلی امروز مجبور هستید که ترک کنید، کمترتون هم در دفتر است، درسته؟ شما تصویر را امروز سلیکت کردید، اگر فردا دوباره بیاید دنبال تصویر بگردید کارتون دوپلیکیت میشه. چیکار میکنید که تصویر را در باسکت قرار میدید، فردا میاید اتومات تصویری که در باسکت هست روش کلیک میکنید، خلاص. خب وقتی آپشن دانلود اینجا روی ازی کلیک کنید، البته ما یک چیز برای شما بگویم که شما ابتدا ماهواره را و سنسور را از اینجا انتخاب میکنید. چه رقمی؟ این گلوبال لنس سرور فعلا اینجا انتخاب است. اگر لنس ده 8 شما بیاید آن کنید از اینجا، تصویر لنس ده 8 میاد. شما ببینید این قسمت چی نیست، قسمت بامیان خارج از این تصویر است. بنابراین شما نیاز دارید که تصویر بالایی که اینجا قرار داره هم دانلود کنید اگر بخواید کل بامیان کار کنید. و در قسمت پایینی شما میبینید از سالی که شروع شده تا ماموریتی که شروع شده، ماموریت لنسداش در سال 2013 شروع شده و تا هنوز رو ادامه داره، تا 2019 از دیتا و تصویر وجود داره، شما میتونید که از پیش از این استفاده کنید. و شما میتونید از اینجا تاریخ تعیین کنید که دقیقاً تاریخ باشه. کوردینات را این در قسمت شما بین در قسمت لوکیشن لاتیتود و لانگیتود اینجا وارد کنید، اینجا کوردینات وارد کنید، کوردینات اینجا وارد کنید میشه که در این جمپ تو لوکیشن مستقیم در مساحه بود، اما کوردیناتی که شما از هر جای گرفته باشید مستقیم در مساحه بود. تفاوت لاتیتود و لانگیتود با هر طرف مثلا فرض کنید لاتیتود و لانگیتود این ساحه را شما ببینید، این کناری گوشه کناری که من موضع قرار دادم، اینجا در قسمت بالای لاتیتود و لانگیتودش محاسبه شدگی است، درسته؟ اما از خود سین، خود از تصویر، تایل تصویر یک ساحش یک لاتیتود داره، دیگه ساحش لاتیتود و لانگیتود بگویم در صورتی که عدد ثابت شما فرض کنید فقط یک نقطه است، درسته؟ یک نقطه است. ای به ایمانا نیه که شما در صورت که لاتیتود و لانگیتود مثلا این ساحه رو وارد کنید بازم این تایل ایمیج میه، این تایل تغییر نمیکنه، این تایل ایمیج میه. اما این که شما با کدام اساس لوکیشن خود پیدا میکنید برای شما گزینه داده اینجا، شما به حساب پترو میخواید پیدا کنید لوکیشن خود، به حساب لاتیتود و لانگیتود یا به حساب سین آی دی. در صورت که آی دی تصویر شما داشته باشید اینجا وارد کنید مستقیم میه. صحیح شد؟ خب شما میفهمید که پترو اصلا سیستمی است که ما برش سیستم کوردینات گفته نمیتونیم، اما لاتیتود چی است؟ یک از سیستم کوردینات جغرافیایی است. خب شما مثلا میگید که سال 2017 ما کار دارم، شما اینجا میتونید کلیک کنید روی 2017، تصویر سال 2017 با شما اینجا به نمایش میآید. قبلا هم برای شما گفتم در صورتی که شما بخواید تصویر یک ساحه را کسی دیگه به شما سلیکت کرده باشه، انتخاب کرده باشه، فرض میکنید سوپروایزرتون همراهتون در دفتر نیست، یک سفر است، درسته؟ شما عاجل تصویر کار میشه، به او ایمیل میکنید که فرضاً ما یک همچون تصویری که برای این پروژه ما میخوایم استفاده کنم، کدام تصویر دانلود کنم؟ سوپروایزر اتومات میاد سایت تصویر با کیفیت میبینه، تصویری که برای ازمو تارگت که تعیین کردید میبینه و فقط برای شما لینک در ایمیلتون میفرسته. وقتی لینک به ایمیلتون روان کرد
شما چی رقم ممکنه 100 دانه تصویر برای شما انتخاب کرده باشه، آی دی تصویر را شما چه رقمی باید اینجا پیدا کنید که همو آی دی تصویر ممکنه 1690 باشه، یک شما میفهمید در هر 16 روز وقتی تصویر داشته باشیم در داخل سایت هزاران تا تصویر وجود داره، درسته؟ و بین هزاران تا تصویر پیدا کردنش سخت است. چیکار میکنید؟ امپورت سن، از اینجا کلیک میکنید، اتومات در قسمت فولدری که شما لینک دانلود کرده بودید در اون قسمت اون لینک وجود داره. مثلا از این قسمت چوز فایل، ما میایم در دانلودز، ما فکر میکنم آره اینجا دارم یک لینک را که قبلا باش باشه سیویم اینجا اپلود شد، من لینک قبلا دانلود کرده بودم اگر حذف نکرده باشم، یک لینک را سپروایزر ما با ما روان کرده بود، گفته بود که تصویر دانلود کنید، اینجا باید باشه در قسمت های دانلود. این لینک اینجا وجود داره، درسته؟ صرف انتخاب میکنید اوپن، منتظر میباشیم که تصویر اپلود شود. سنا کل 23 تا تصویر است، 23 تا تصویر اوتومات اینجا اپلود شده، شما میتونید صرف روی ازی کلیک کنید و تصویر دیگر هم ببینید. ببینید سنای دیگه ای که اینجا تصویر آیدیش هست، آیدی تصویر اینجا وجود داره، فقط آپشن دانلود را اینجا دانلود سن خلاص، وقتی دانلود کلیک کنید اوتومات دانلود شروع میشه. و شرطش این است که شما یوزرنیم و اکاونت داشته باشید، یوزرنیم و اکاونت نداشته باشید بس تصویر دانلود نمیشه. صحیح شد؟ ای با earthexplorer.us فرق نداره، فقط همو محیطش فرق میکنه، تنها گزینه‌ای که اونجا وجود نداره اینجا وجود داره. من متوجه شدم حالا ممکنه بعضی چیزای دیگه هم کم زیاد داشته باشه، درسته؟ ای گلوویس، glovis.us.gov، glovis.us شما میتونید این از قسمت کپی بگیرید برای خود، glovis.us.gov خلاص. صحیح شد؟ اما اکاونتی که شما در earthexplorer ساخته بودید در اینجا هم استفاده میشه. اتومات وقتی ما در اینجا لوگین شده بودم قبلا و سایت را باز کردم، در اینجا هم لوگین است، هیچ مشکلی وجود نداره. کدوم سوال است؟ خب حالا لازم نیست که من تصویر رو دانلود کردن شروع کنم، شما مطابق کاری که انجام میدید دانلود کنید تصویر. تصویر لنسد 8، اینجا لنسد 8 که وجود داره، معمولا چون لنسد 8 داره 11 تا باند هست و باند پانکروماتیکش معمولا حدود 300 امبی تنها یک باندش است، بنابراین حجمش زیاد است. شما جیوتیف رو دانلود میکنید، فرمت جیوتیف شو دانلود میکنید و در صورتی که شما لنسد TM و TM پلاس را انتخاب کنید، اونا حجمش زیاد نیست، حدود 300 الی 400 امبی بیشتر نیست. صحیح شد؟ اوکی. دیگه سایت هم وجود داره، مثلا ریموت پیکسل هم یکی هست، ریموت پیکسل. سایت ریموت پیکسل دیگه، سایت ای ارت ابزرویشن چی بود این نرسب؟ EOS هست. LV اینو هم هست، من تا مدقن از این سایت ها از این سایت ریموت پیکسل استفاده کردم. ریموت پیکسل و EOS سایت هایی هست که شما باندار به شکل کامپرش شدگی نیست، به شکل زیپ شدگی نیست، میتونید جدا جدا دانلود کنید، میتونید که مثلا ایندکس ها را در نظر بگیرید، ایندکس را صرف باندایی که برای یک ایندکس مشخص کار است اونا را دانلود کنید، شما به شکل عمومی که کل باندها یک جای با هم دانلود شنه به شکلی نیست، میتونید انتخاب کنید کل باندها اما کمپریس شدگی نیست. چیزی که قبلا ما کار کرده بودیم از برای تحقیقات علمی، مثلا وقتی
منبع اطلاعات و دیتا را شما در یک تحقیق خود میگنجانید که منبع دیتای ما چی است. وقتی آدرس یو اس جی اس را نوشته میکنید مدار اعتبار است، اما ریموت پیکسل را ریموت پیکسل مدار اعتبار نیست. ای چی ارت ابزرویشن ای او اس چی ای او اس دقیق معلومه چی نمیفهمم که مدار اعتبار است نیست. دوستان